تو زخمم را شفا دادی، تو دردم را دوا کردی، تو بخشیدی گناهم را، خریدی اشک و آهم را. درود بر همه شما نیکان، رضا ابراهیمی هستم با یک کلیپ آموزشی دیگه در خدمت همه شما سروران گرامی و عزیزان برتر از جان. دوستان گرامی، شما با بنده رضا ابراهیمی هستید. کوچیک بزرگی همه شما در یک کلاس آموزشی محیط نگاری در رابطه با تاریک باستان، این کلیپ رو اختصاص دادم به یک سری از مکانهای خاص، مثل زرتپه، مثل گنج تپه، تپه خزانه، تپه مال، تپه سکه یا سکه تپه، قزل تپه. تک تک این اسامی رو خیلی کوتاه تقدیم حضورتون میکنم که اینها چی هستن، به چه کاری میان و بارگذاری اینها کجاست. پس همراهی کنید بنده سراپا تقصیر و نادان رو با لایکی بر این کلیپ. خب دوستان گرامی، لایک رو زدید، سابسکرایب رو زدید، بریم سراغ زرتپه، گنج تپه، تپه خزانه، تپه مال یا مال تپه، قزل تپه. اگر این اسامی زیبا رو دیدید، فکر نکنید که این تپه اسمش زر تپه است، در دل اون یک تریلی زر داره. این تپه اسمش گنج تپه است، درون این تپه گنج داره. یا تپه‌ای رو دارید اسمش خزانه است و این تپه شما یک خزانه باستانیه، یا قزل تپه همش طلاست. نه عزیز من، اگر شما این اسامی رو دارید، یعنی بازارگاه، این اسامی به شما داره میگه که شما یک بازارگاه رو دارید. بازارگاه چیه؟ یک کلیپ گذاشتم در رابطه با بازارگاه، کامل توضیح دادم. من تو شهرم جمعه بازار دارم، شما شنبه بازار داری، شما یک شنبه بازار داری، شما دوست عزیز دو شنبه بازار داری، شما سه شنبه بازار داری، شما دوست عزیز چهار شنبه بازار داری و شما پنج شنبه بازار رو داری. همین بازارهای هفتگی رو ما بهش میگیم بازارگاه. پس زر تپه، گنج تپه، تپه خزانه، مال تپه و قزل تپه، اینها یعنی بازارگاه. اما دوستان عزیز، وقتی شما این اسامی رو داری، یعنی بازارگاه، بازارگاه همون بازارهای هفتگیه، اما ما با اون بازارهای هفتگیمون کاری نداریم. وقتی این اسامی بیاد یعنی بازارگاه، بازارگاه رو داشته باشید یعنی مسافت، یعنی پارامتر، یعنی مسافت، مسافت یک چیز تا یک چیز دیگه. مثلا فلان شهر تا فلان شهر، فلان تپه تا فلان روستا. خب حالا اگر این اسامی رو داریم، زر تپه، گنج تپه، تپه خزانه، قزل تپه رو داریم، یعنی بازارگاه، یعنی مسافت، یعنی پارامتر، با بودن این اسامی در مکان، با دیدن این اسامی در مکان، بودن تپه خزانه، زر تپه، گنج تپه، قزل تپه در یک مکان، ما متوجه میشیم که در فاصله حتی اکثر 3 کیلومتری یک لشکرگاه رو داریم.
پس وجود این اسامی به تثبیت لشکرگاه ما در یک مسافت و یک پارامتر مشخص به ما ندا میده که در 3 کیلومتری ما یک لشکرگاه رو داریم. پس این اسامی رو داشتید، به هیچ عنوان دوست عزیز من عکس نگیرید بفرستید برای یک شخصی، کلیپ بگیرید آقا من یک تپه دارم اسمش گنج تپه است، گنج این کجاست؟ این گنجی نداره، این صرفاً برای تثبیت موقعیت لشکرگاه در فاصله حتی اکثر 2.5 تا 3 کیلومتری همون نقطه زرتپه است، همون نقطه گنجتپه است، همون نقطه تپه خزینه است، همون نقطه قزلتپه است، مالتپه است. امیدوارم که این مطلب دوستانی گرامی به کارتون بیاد و در رابطه با این مورد دیگه سوال تکراری نبینم. وقتی سوال تکراری میشه یعنی شما کلیپ رو ندیدی، و وقتی کلیپ رو ندیدی سوال میکنی من بایستی مطالب این کلیپ رو بشینم برای شما دوست عزیز تایپ بکنم به روی چشم به دیده منت، برای شما هم باید تایپ بکنم چشم، برای شما هم باید تایپ بکنم، برای شما صدها نفر بایستی بشینم همین مطالب رو تایپ بکنم. پس یک کلیپ کمتر از 5 دقیقه است، نگاه بکن و جواب سوالت رو بگیر تا از من توقع تایپ این مطالب رو نداشته باشی. دوستانی گرامی حمایتم بکنید با لایکتون، حمایتم بکنید با ارسال کامنت لاتینتون، حمایتم بکنید با معرفی کانال یوتیوب کالج باستانی به سایر دوستان فهمیده و فرهیختتون. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. رضا ابراهیمی هستم. بدرود.